یک خبر بسیار خوب و خوشحال کننده داریم خدمت همه دوستان خدمت همه دوستداران پرزیدنت دونالد جی ترام پرزیدنت ترام سرانجام شبکه اجتماعی خودش رو راه اندازی کرد خیلی ها منتظر بودیم من دیگه خودم حقیقتش خیلی ناراحت بودم میگفتم پرزیدنت ترامپ هم هیچ کاری نکرد و نزد و ما منتظر بودیم یک شبکه اجتماعی راه بیفته یک جای راه بیفته بالاخره اینها اینجور که ما رو سانسور میکنن دهانها رو میدوزند بالاخره یک جای باشه و ما بتوانیم با آزادی کامل صحبت هامون رو انجام بدیم هیچ نمونه سانسورچی هم اونجا وجود نداشته باشه و انتظارها به پایان رسید سایتی که در بالای صفحه مشاهده می کنید این سایتی که این, این طرف هست بله دقیقا اینجا این سایت رو شما وارد می کنید و اجازه بدید من خودم براتون بزنم بله این سایت truthsocial.com سو، هست یعنی شبکه اجتماعی راستی ها و درستی ها این اسمشو رو پرزیدنت ترامپ گذاشته که یک اسم اهورایی هم هست درود به شرفش شبکه اجتماعی راستی ها و درستی ها که میخواد جایگزین توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و همه این شبکه های دوزاری که در دست گلوبالیست هاست بشود شما آدرسش رو از اینجا میتونید ببینید اینجا ثبت نام میکنید و این از تقریبا ماه دیگه شروع میکنه به راه افتادن بودجه ای که برای این کار پرزیدنت ترامپ مطرح کرده یک میلیارد و 700 میلیون دلار است یعنی یه چیز درست حسابی ساخته ها یک میلیارد و 700 میلیون دلار و بالاخره کم پولی هم نیست دوستان کم پولی هم نیست ایشون برای این منظور قرار دادن دو تا شرکت بزرگ کمپانی رو هم به قولی با همدیگه مچ کردند یکسان کردند و این کانال رو به وجود آوردن این شبکه رو به وجود آوردن شما اینجا اس نویسی میکنید ماه دیگه اونهایی که اس کردند کردن توی لیست اولین مشترکا هستن چرا چون وقتی که یه شبکه این چنینی میخواد باز شه و خب پرزیدنت ترامپ هم نزدیک 200 میلیون طرفدار فقط تو امریکا و چند میلیارد هم حالا چند میلیارد یه خورده شاد قلوب باشه ولی حداقل تو ایران من میدونم یه 50 میلیون نفرم تو ایران یه نمیدونم تو ژاپن بسیار در اروپا بسیار خب زیاد هستن دیگه طرفداران پرزیدنت ترامپ یه دفعه شبکه اجتماعی میترکه و الان فقط جوری گذاشتن کسانی که اینجا تو سایت اس نویسی میکنن ماه بعد میتونن ورود کنن به سایت و این سایت شبکه اجتماعی راستی ها و درستی ها میاد که نسخه این شبکه ها و یه فیک فیک مدیا رو در هم به پیچه رام یه بیانیه هم در این رابطه صادر کردن و نوشتن اجازه بدید من بیانیه رو براتون بخونم در اپوک تایم هم گذاشته بودن ترجمهش رو این اپوک تایم هم کانال خوبیه بیچاره مخاطب زیاد نداره شما حتما اینجا عضو بشید این کانال رو از دست ندید کانال خوبی هست این اپوک تایم گفتن که اپوک تایمز فارسی این اپوک تایمز هست اپوک تایمز هست, اپوک تایمز هست. که اینجا پرشین اپوک تایمز میتونید پیداش کنید ترامپ از راهندازی اپلیکیشن شبکه های اجتماعی خود خبر داد دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در 20 اکتبر از راهندازی شبکه اجتماعی خود در آینده پرده برداری کرد طبق بیانیه گروه رسانه و فناوری ترام T.M TG نسخه آزمایشی این اپلیکیشن که تروس به فارسی حقیقت نام دارد ماه نوامبر ماه نوامبر سال جاری در دسترس کاربران مهمان دعوت شده قرار خواهد گرفت انتظار رود این اپلیکیشن در سه ماهه اول سال 2022 به طور سراسری در دسترس همگان قرار بگیرد خبر بسیار عالی است ترام در بیانیه ای که TMTG منتشر کرد گفت من شبکه اجتماعی تروس و گروه TMTG را ساختم تا در برابر استبداد بیگ تک بیستم در برابر چه کسی مارک زاکربرگ ها جک دورسی هرومزاده صاحبان گوگل صاحبان یوتیوب صاحبان این شبکه که ما رو سانسور میکنند میبندند. پرزیدنت ترام بازگشت و با یک ضربت شمشیر این شبکه اجتماعی رو افتتاح کرد که همه میهن پرستان و آزادی خواهان سراسر دنیا که بسته شده صدای اونها برن و اونجا حضور پیدا کنن پرزیدنت ترامپ میگوید در دنیای زندگی میکنیم که دران در آن طالبان در توییتر حضور گسترده دارند اما رئیس جمهور آمریکایی محبوب شما را ساکت کرده است طالبان جمهوری اسلامی رئیس سپاه رئیس زندان اوین رئیس زندان نمیدونم قزل حصار تمام این سربرها و تهبرها و قاتلها و همه هستند فقط پرزیدنت ترام اضافه بوده بسیدش چوب به ما تحتتون خواهد کرد پرزیدنت بزرگ دونالد جی ترامپ در, زندگ... در, دنیای زندگی می کنیم که دران در آن طالبان در توییتر حضور گسترده دارد اما رئیس جمهور آمریکایی محبوب شما را ساکت کرده است این موضوع غیر قابل قبول است بسیار مشتاقم که اولین تروس حقیقت خود را به زودی در شبکه اجتماعی تروس ارسال کنم همزمان با بیانیه فوق شرکت دیجیتالی ورد اکیوزیشن و تی ام تی جی نیز اعلام کردن شرکت را با یکدیگر ادغام خواهند کرد و در نتیجه آن تی ام تی جی به یک شرکت سهامی عام با ارزش یک ممیز هفت میلیارد دلار تبدیل خواهد شد طبق بیانیه خبری این شرکت مأموریت تی ام تی جی ساخت رقیبی برای گروه رسانی لیبرال و مقابله با شرکت های بیگ تک سیلیکون ولیست که از قدرت یک جانبه خود برای ساکت کردن صدای مخالفان در آمریکا استفاده کردند توییتر و فیسبوک در پی وقایع 6 جانبی حساب کاربری ترامپ را برای همیشه مسدود کردند جناب رئیس جمهور پیشین کشور کشور اوایل ماه جاری با هدف بازگرداندن حساب کاربری خود از توییتر شکایت کرد او در ماه جولای از شرکت توییتر فیسبوک و گوگل شکایت کرد و دیگه حالا ادامه خبرها ولی خب خبر خبره مهمی بود دوستان الان خواب ندارن جک دورسی ها خواب ندارن مارک زاکر ها خواب ندارن جورج سوروس ها خواب ندارن تمام این حرامزادگانی که شما عزیزان رو شما میهن پرستان رو شما کسانی که اندیشه داشتید سخنی داشتید حرفی داشتید سانسور شدید توسط این شبکه ها و سانسور شدیم و پس از اینکه پرزیدنت ترامپ به این شبکه باز شد تمام ملیگرایان گرایان مردم لشکر بزرگش که یک لشکر 100 هزار نفری هست در مجموع این شبکه ها ما 100 هزار نفر فالور داریم این لشکر 100 هزار نفری ما به داخل این شبکه تروس سوشال خواهد رفت و ما اونجا پایگاه بزرگ و ملی خودمون رو خواهیم زد به کوری چشم تمام اونهایی که میگفتند خب برید روی پای خودتون بییست برید روی این ترام برای شما مگر چیکار کرد پرزیدنت ترام همیشه به صورت مستقیم و غیر مستقیم هوای ما رو داشته جایی که ملت ایران نیاز به کمک داشتن کمک کرده جایی که آزادی خواهان نیاز به صدایی داشتن صداشون رو رسونده و اکنون بسیارانی خواهند سوخت بسیارانی خواهند آتش خواهند گرفت از این موضوع دوباره من دیدم اون روز رو, ف... <تصفح> رو فیسبوک قرار داده بودم همین خبر رو دیدم دوباره ما ایران یکی... یکی, اومده بود کامنت گذاشته بود دیگه دوستان دیگه شدن استاد دیگه ما نیاز نیست بریم اونجا جواب بدیم ما ایرانیان باید روی پای خودمون بیستیم گفتیم خب مردی که الان یک سال پرزیدنت رفته رو پا خودت ایستادی یا نه ایستادی چرا فقط تا یک حرکتی انجام میشه یک کنشی انجام میشه یک جا میخوان کشیده ای بزنن بر این گلوبالیست ها و این مافیای جهانی که همه ما رو این چنین گریبان ما رو گرفتن و فشار میدن و پرزیدنت میخواد بیاد اینها رو کشیده بزنه سر جاشون بشونه سریع ما باید روی پای خوب رو پا خودت بیست اینجا چی کار میکنی؟ تو پستای مهدی میرقادری و ملیگرایان چی کار میکنی؟ برو رو پا هر کی میخواد رو پا خودش بیسته به شتابه و سری برو رو پا خودش بیسته ما پشتیبان پرزیدنت بودیم از همون شاید 6 سال پیش که تازه میخواست بیاد تا کنون و میدونستیم که ایشون حرکات حرکتی انجام خواهد داد و میدونستیم که ضربه رو به اینها خواهد زد این یک سالم هم قشنگ همه چیز رو بالا پایین کردند و همه یک کار رو میخوان ارائه بدن که قشنگ این فیسبوک و توییتر رو زمین گیر کنن دیدید که توی شبکه هم نرفت شاید برای احتمالا هم برایش چای کنده بودن آقا بیا نمیدونم تو پالر نرفت آقا بیا نمیدونم تو گیتیر گیتیر بود چی بود نرفت صد تا شبکه دیگه ساختن به اسم ایشون نرفت خودش رفت اون پشت احتمالا چهار تا آدم مقص نخبه بودجه های بزرگ پول های بزرگ نشستن قشنگ پول ها رو گذاشتن یک هفت میلیارد دلار پول هست دوستان کم پولی نیست میخواید بفهمید که چقدر پول هست یک و هفت میلیارد دلار رو ضرب در بیست و هفت میلیون تومن بکنید بیست و هفت هزار تومن بکنید یعنی بعد بفهمید چقدر به تومن پول میشه فقط یک و هفت دهم میلیارد دلار ضرب در بیست و هفت هزار تومن عدد خیلی زیادی میشه دیگه عدد بزرگی هست و این پول رو وسط گذاشتن و البته نکته بسیار جالب دیگری که میخوام الان بهتون نشون بدم دیروز این خبر خدمت شما که ارز کنم حرکت پرزیدنت ترامپ اومد این شرکتی که بود خب یک شرکتی بود که توی بست بورس هم سهامی داشت و این اینجور که مشاهده میکنید از خیلی وقت پیش این شرکت توی بورس بوده و اینجا اگه این شرکت رو نگاه کنید سابقش از سال 2017 بوده تا کانون همینجور یک قیمت سهامش حول و حوش 23 دلار 22 دلار. این بالا پایین بالا پایین دیروز ولی خب یه مدتی اصلا گویا تعطیل شده بوده دیروز این شرکت افتتاح میشه و سهامش ارائه داده میشه با چه قیمتی با قیمت تقریبا 9 دلار سهام این شرکت ارائه داده میشه ببینید اینجا این خطچینی که براتون کشیدم و دیشب که من داشتم دنبال می این سهام این شرکت به قیمت تقریبا شز... تا 65 من دنبال کردم یعنی تا اینجا بالا رفت ببینید از اینجا تا اینجا شب اتفاقا به بعضی از دوستان گفتم این شرکت آینده داره این شرکتی که ساخته میشه آینده داره ببینید فقط همین دیروز چند درصد سود بوده 491 درصد سود یعنی شما ده هزار دلار اینجا سرمایه گذاری میکردی صبح اول صبح آخر شب پنجا هزار دلار داشتی خدا بده برکت پنجا هزار دلار میزدی جیب ولی این رشد به همین جا خط نمیشه این،, این چیزی که من دارم میبینم روی نمودار حالا اول کار هست و خب زیاد نمیشه نمودار رو آنالیز کرد ولی که امروز این قیمت تا 1500 درصد هم رشد کرد 15 برابر ولی خب بعدش اومد پایین چون اصولا نمودار یک دفعه نمیتونه بره بالا حالا داره بالا پایین میشه و 1500 درصد هم خب پوم تقریبا 15 برابر 10 هزار دلار میذاشتی فردا صبح 150 هزار دلار تو جیب داشتی و دیگه خیلی دیگه از چه چیزی از این بهتر اصلا به این چیز آمادم کار نداشته باشه این حرکتی که پرزیدنت ترامپ انجام داده به نظر من دوستان برای حمایت از این حرکت هم شده اگه تو امریکا هستید یا جایی هستید میتونید سهامو بخرید از 10 دلار 5 دلار برید سهام رو بخرید بذارید اونجا که در این حرکت پرزیدنت ترامپ هم شریک باشید کشیده رو به این گلوبالیست های حرامزاده شما بزنید به نظر من هم آینده داره هم حالا اگه پولی هم دارید میتونید اینجا شما یک سرمایه گذاری کنید و این به نظر من آینده داره الان سهام مثلا خدمت شما ارز کنم بذارید ببینیم مثلا فیسبوک سهامش چنده خود فیسبوک رو اینجا ما نگاه کنیم ببینیم که فیسبوک تو نزدک مثلا 322 دلار هست ببینید از دیروز چه افتی کرده فیسبوک دگاه کنید فیسبوک و توییتر بد افت میکنن و بد به زمین میخورن این سهامش فیسبوک دیروز 10 درصد افتاده و اینجا داره حالا با خودش بازی میکنه و مشاهده میکنید به نظر من با اینا هم افتادن کلا رو دور نزولیه ذره اینجا ما نمودار رو بله اینکه نزولی بود و با این خبر هم کلا اینو میگن بولینگر باند حالا کاری به تحلیل تکنیکال اینا نداریم این بولینگر باندش دیگه آغاز شده میبینید آ خورده دوباره به بولینگر برگشته و فیسبوک قشنگ ریزش خوبی خواهد کرد و احتمالا جنگ بزرگی هم شروع خواهد شد ارزشش رو داره هم به عنوان پشتیبانی مادی معنوی همین که این شرکت میتونه بره و سهامش به نقاط خیلی خیلی خوب برسه این شرکت که پرزیدنت ترامپ سهامش رو به قولی ارائه داده شرکت DWAC اگه اشتباه نکنم بذارید من یه بار دیگه نمودارش رو ببینم که اشتباه بهتون نرید چون میدونم الان ها میگن کدوم شرکت بود و کجا بخریم و DWAC بود بله شما در این سهام این شرکت DWAC ای رو هم میتونید بخرید هم پشتیبانی از این شرکت هست و هم کمک می من تو خلاصه کنم قسمت پرزیدنت ترامپ شبکه سایتی که بالا میبینید پرزیدنت یک سایت را انداخت بودجه یک تو ممیز هفته میلیارد دلار شبکه اجتماعی خودش هست میتونید برید ثبت نام کنید در کنارش سهام این شرکت هم 1500 درصد تا حالا رشد کرده و به نظر میرسه جای خوبی هم برای سرمایه گذاری هست ولی خب حالا به قسمت سرمایه گذاری هم بخوایم بذاریم کنار فاکتور بگیریم این سایت رو حتما عضو بشید لشکر ملیگرایان چند مدت دیگه فکر کنم دو سه هفته دیگه که سایت به صورت رسمی آغاز شد میره در سایت تروس سوشال کام